بینندگان عزیز و محترم درود و سلام من رو در نام عیسی مسیح بپذیرید بسیار خوشحال هستم که یک بار دیگه فرصت شده که در خدمت شما باشم این جلسه دهم ده دوره های بشارت انفرادی می باشد رسیدیم به بخشی که چگونه ما میتونیم بشارت موثر بدیم و از چه بشارت هایی که میتونه مخرب باشه اجتناب و دوری کنیم در قسمت سوم صحبت ما ببخشید چهارم صحبت ما که ارز کردم با روی مثبت مسیح بشارت بدیم این قسمت دو جنبه داشت که اولی رو ارز کردم منظور از روی مثبت اینه که با ایمان و اعتماد به کار خدا به مخاطب خود بشارت بدیم و همینطور قسمت دوم این که ما چطور با روی مثبت بشارت بدیم اینه که ما با خوشرویی و با چهره باز خبر خوش رو به گوش مردم برسونیم یعنی با لبخند با شیرینی چون ما حامل خبر خوش انجیل هستیم حامل مجده رهایی بخش انجیل عیسی مسیح هستیم ظاهر شاد و لبخند شیرین و چهره باز و گشاده در دادن بشارت میتونه بسیار مؤثر واقع بشه مردم که در قلب ما نیستن که بدونن اونجا چی میگذره ولی اونا باید شادی خداوند و آرامش مسیر را در چهره های ما ببینن چقدر مردم ناامیدند و غمگینند و امروز احتیاج دارن که خود مسیر را در لبخند ملکوتی و شادی و آرامش آسمانی از سر و روی ما ببینند. در مورد سادو ساندرستنگ میگویند که اینقدر در مسی نورانی بود که وقتی رفته بود یه خونه ملاقات کنه و اونجا خبر خوش رو برسونه بچه کوچیکن خانواده اومده بود جلوی در و بعد با فریاد و هیجان به مسیح گفته بود مامان عیسی مسی اومده پشت در اون میخواد بیاد خونه ما باشد که ما نماینده های مناسب و مبارکی برای عیسی مسی باشیم در کتاب امثال 15 13 میفرماید دل شادمان چهره را زینت میدهد انتظار مردم از یک شخص ایماندار مسیح اینه که اون مظهر حلم و فروتنی و آرامش مسیح باشه یک نکته ای برای ما واعظین میگویند که همیشه من وقتی این را میگم به خودم میگم تو سعی کن که همون شخصی باشی که مردم بهش را در چهره تو به یاد بیارن یک نفر میگه اگه شما واعظین درباره بهشت میخواهید موعظه کنید باید چهرهتون بهشتی باشه که مردم به یاد ملکوت خدا بیفتن ولی اگه میخواهید درباره جهنم موعظه کنید همین چهره ای که دارید خوبه کافیه نیازی به عوض کردن نیست الان درست نقطه مقابل روی شادمان و آرام بخش چیزی که به بشارت ما خیلی صدمه میزنه وقتی که ما پر از خشم و عصبانیت هستیم و پیغام را میخواییم با حالت تندخویی و عصبانیت به مردم غالب کنیم البته فشارهای عصبی خارج از کنترل پیغام بشارت ما را زیر سوال میبره و مردم را از ما فراری میده چون اونا اینطور فکر میکنن این چه آرامشیه که شما یافتید که نمیتونید بر اصاب خودتون مسلط باشید به هیچ وجه مردم از شاهد مسیح انتظار ندارن که او شخص پرخاشگر و عصبانی باشه بعضی وقتا غیر مسیحیان عمدن میخوان کاری بکنند که ما عصبی بشیم و از کوره در بریم و چیزهایی را که نباید بگیم بگیم رفتارهای خلاف رو نشون بدیم و اونا به ما بگم اینم اون آرامشی که تو دربارش صحبت میکنی دیدی که تو تبل تو خالی هستی و نسبت به گذشته هیچ فرقی نکردی بنابراین خیلی مهمه که در موقع بشارت ما بر اعصاب خودمون مسلط باشیم وقتی که مردم خودشونم به ما بد و بیرا میگن یا توهین میکنن یا میخوان ما را اذیت بکنند ما مقابله به مثل نکنیم بدونیم با افرادی که مریضن از لاز روحانی اسیرن از لحاظ روحانی اسیر شیطانن و جنگ ما که با اونا نیست کلام خدا میگه جنگ ما با اروا و قدرت تاریکی و روح‌های شیطانیه نه با آدم ها و انسان ها و پس به خاطر بیانیم که اونها را محکوم نکنیم که اونها خودشون نیستن و وقتی ما به خاطر بیاریم حفظ آرامش مسیح در وقتی که مورد اهانت و حتی ضرب و شتم قرار میگیریم جفا دهنده رو به فکر خواهد بود که چرا من خودم که دارم جفا میرسانم اینطوری شخص متشنج و نارام هستم ولی او که از نظر من کافر اینقدر پر از آرامش و مهربانه به همین موضوع میتونه تفکر او را بیدار کنه و در مورد ایمان مسیحی او را به فکر بندازه من یک خانواده ای را میشناسم که ایماندار مسیحی بودند و این خانواده خیلی شیرین و با محبت رفتند یک خونه کرایه کردند و خب در موقع اسباب کشی به اون خانواده نگفتند که ما مسیحی هستیم لزومی هم نبود که بگن ولی بعدا ایشون فهمید که اینا مسیحی هستند و مخصوصا که قبلا مسیحی نبوده بودند و شدند خیلی ایشون صاحب خونه تعصب نشون داد و شروع کرد این خانواده را اذیت کردند و با اونها جر و کردن جواب سلام اونا را ندادن و خیلی از چیزهای اونها رو نجس میدونست و بالاخره زندگی رو برای اینا بسیار سخت کرده بود مثلا اون خانم طبقه بالا صاحب خونه را میریخت درست جلوی در خونه اینا و یا اینکه آب صابون را میپاشید تو حیات اونها اینا طبقه پایین زندگی میکردن و صاحب خونه طبقه بالا موقع استراحت و آرامش اینها صدای رادیو رو یا تلویزیون رو بالا می بردن و عمدن کاری میکردن که اینها را عصبانی کنند. بالاخره کار به جایی کشید که مرد ایماندار یک روز میره طبقه بالا در خونه رو میزنه و به این صاحب خونه غیر مسیح خودش میگه من اومدم امروز تو را تهدید کنم و به تو بگم بالاخره یک روز من تو را خواهم کشت اونم بهش فش میده بعد و میگه میگه من تو رو خواهم کشت و از اون روز به بعد این غیر مسیحی خیلی مراقب بود و همیشه چاقوی باز تو جیبش بود که اگه این ایماندار مسیحی بهش حمله میکنه بتونه جوابشو بده ولی این ایماندار مسیحی میاد به خانومش میگه هر چی تا حالا محبت کردیم بهتر کنیم بیشتر کنیم و به این ترتیب اونا رو بکشیم و اینا شروع میکنن درست نقطه مقابل رو انجام دادن هرچه اونا بدی میکردن اینا با محبت و خوبی عمل میکردن یه حوزی بود تو حیات خونه و بچه خانواده غیر ایماندار تو اون حیات داشت بازی میکرد کنار حوز میدوید و پاش میلغده و میفته تو آب حبس که عمیق بود و این بچه داشت غرق میشد که اون ایماندار مسیحی با شلوار و کراوات خودش میندازه داخل آب و این بچه را از آب میکشه بیرون و میبره تحویل میده و اینقدر از این کارا میکنه که بالاخره بتونه اونا رو خجالت زده بکنه مدتی بعد خانوم غیر ایماندار مسیحی مریض میشه دو هفته تو رخت خواب افتاده بود تب و لرز و و خیلی بد جوری بیماری های مختلف به سراغ اومده بود و این خانوم ایماندار میره و طبقه بالا همه کارهای خونه رو میکنه، جارو میکنه، تمیز میکنه، کنای بچه رو میشوره، ظرف می، ظرفا رو میشوره، غذا میپزه و برای این خانوم خدمت میکنه و اون از خجالت این لافو کشیده بود روسترش که این صحنه ها رو نبینه. بالاخره بعد از 6 ماه این غیر ایماندار میاد پایین و در خونه اینا رو میزنه و میگه یادتونه شما 6 ماه قبل اومدید منزل ما و به من گفتید بالاخره یه روز من تو رو میکشم من نادان اون روز نمیدونستم منظور شما از این حرف چیه و خودم همیشه آماده کرده بودم که اگه شما به من حمله میکنید من با شما مقابله کنم ولی امروز الان فهمیدم که شما واقعا منو کشتید و میخوام به شما بگم بس دیگه این همه محبت چون منو دیگه کشتید من مردم من دیگه اون انسان سابق نیستم و به این ترتیب جذب عیسی مسیح میشن خب این روش محبت و آرامش پولس به تیموتائوس درباره شخصیت یک خادم خدا اینطور میگه دو تیموتاوس دو 23 و 24 میگه بنده خدا یا خادم خدا نباید نزا کنه بلکه با همه کس ملایم و حلیم و صابر در مشقت باشه و حضرت سلیمان نیز میفرماید امثال 15 یک که جواب نرم خشم را بر میگرداند اما سخن تلخ غیز را به هیجان می آورد پس ما روش مثبت شیرین را که آرام بخش انتخاب کنیم نه روش خشن عصبانی را پنجم برای رسیدن به نتیجه در کار بشارت انفرادی باید صبور و مقاوم باشیم خداوند ما برای نجات مردم تحمل زیادی میکنه در دوم پتروس نو میگه خداوند بر شما تحمل میکنه چون نمیخواد کسی هلاک بشه بلکه همه نجات پیدا کنن. و در کتاب اشعیا باب 28 آیه 16 آمده که هر که ایمان بیاورد تعجیل یا عجله نخواهد نمود ما باید بدونیم که شخصیت مردم به گونه ای هست که برای شکلگیری شخصیت اونها تصمیم گیری و تسلیم نهایی گاهی زمان بیشتری لازمه اینقدر سریع مردم تغییر پیدا نمی کنند انسان ها مثل جوجه کنتاکی نیستن مثل مرغ نیستن که بذارید تو دستگاه بعد چند لحظه بعد از فر بیاد بیرون آماده و پخته باشه شخصیت انسان خیلی پیچیده است لازمه که ما بیاد بیاریم که وقتی این بعض رو میکاریم همینطور که پولس میفرماید موسم را در زمان حساب درو خواهیم کرد اگر ملول یا خست خاطر نشویم ضمنا در نظر داشته باشید که وقتی ما بشارت به کسی میدیم یک نوع جنگ روحانی است جنگ بین نیروهای تاریکی و روشنایی جنگ بین قدرت‌های شیطانی و قدرت‌های الهی شما دستاتون رو انداختید تو دهان شیر قرآن که همون شیطان باشه و مردم رو بلعیده و میخواهید اونا رو از حلقوم او بکشید بیرون خب معلومه که به اون سادگی ها رها نمیکنه اون گاز میگیره چنگ میندازه قرش میکنه حمله میکنه زخمی میکنه به حال در جنگ که نقل و کشمش تقسیم نمیکنن جنگ تلفات هم داره زخمی شدن هم داره در کار بشارت هم بعضی وقتا توهین هست مسخره شدن هست، فوش و تهدید هست، جفا و کتک هست و حتی شهید شدن هست چنانکه ما شهیدان گرانقدر داریم در کلیسا ایران در همین 20 سال گذشته عده‌ای از افراد بسیار برجسته کلیسا ایران جان خودشون را در راه عیسی مسیح فدا کردند. ما نباید از مخالفت های مردم ناامید بشیم و نباید روی خود را از دست بدیم و عقب نشینی کنیم. چون خدا جنگجویان را به طرف خود دعوت میکنه در کتاب حزقیال باب سه آیات هفت تا نو و کتاب اشعیا باب پنجا آیه شیش و هفت اونجا مقاومت یک شاهد خداوند را داره بیان میکنه که خداوند به حزقیال میگه من روی تو را مثل سنگ الماس و سنگ خارا صفت کردم و تو مقاومت تو از دست نده و حتی تهدیدم اگه میشی یا تو جفا هم قرار میگیری باز محکم بیس و همین مطلب در کتاب اشعیا آمده بنابراین ما باید رسالت خودمون رو به خوبی انجام بدیم و حتی اگر در جفا و زحمت هم باشیم ناامید نشیم پولس میگه من میکارم اپلوس آبیاری میکنه خدا نمو میده ما رسالت خود را انجام بدیم بقیه رو بسپاریم به دست خداوند ولی وقتی بشارت ما مخربه که ما میخوایم جای خدا را بگیریم تلاش های انسانی برای نجات یک نفر داریم یا اینکه عجله میکنیم به قول معروف از حول عجله و شتاب از حول حلیم میفتیم توی دیگ ما برای گرفتن نتیجه یا به توبه آوردن یک شخص که آمادگیه لازم را در این رابطه نداره دست پاچه نشیم شتاب زده عمل نکنیم از شدت عجل شخص را گیج و منگش نکنیم یا زدش نکنیم وقتی او را خیلی تحت فشار زیاد برای تسلیم شدن به مسیح قرار میدیم این گونه تلاش های جسمانی اثر مخربی را داره بذارید خدا در وقت خودش عمل کنه ما جای روح القدس را نگیریم و جای تصمیم گیری اون افراد را هم نگیریم در این قسمت حریم خود را حفظ کنیم من یک شخصی را میشناسم که خیلی این گونه بشارت میداد و خیلی رود میخواست به نتیجه برسونه و افراد را وادار کنه که تصمیم بگیرن برای توبه بالاخره یک شخص کلافه شد و خسته شد و به ایشون گفت ببینم اون بهشتی که تو دربارش صحبت میکنی تو هم اونجا خواهی بود ایشون گفت البته منم اونجا خواهم بود ایشون در جواب گفت پس من نمیخوام توبه کنم و ایمان بیارم و بیام همون بهشت و به ایشون گفت هر جایی که تو باشی برای من جهنمه من الان این مدتی هم که با من داری صحبت میکنی نمیتونم تو را تحمل کنم چطور تا عبد باید با تو باشم مگه اینکه بهشت من از بهشت تو جدا باشه دقت بفرمایید بعضی وقتا مردم مسیر را نیست که رد میکنن ما را رد میکنن ما رو نمیپذیرن پس باید روش خودمون رو تغییر بدیم و تحمیل نکنیم چون در مسیحیت بشارت فشارت نیست و تحمیل نیست و تبلیغ هم نیست شیشم برای اینکه ما بتونیم در کار بشارت شخص موفقی باشیم باید حفظ اصول و قواعد آداب و معاشرت مردم را رعایت کنیم اصول و قواعد آداب و معاشرت را نسبت به مردم باید رعایت کنیم قانون طلایی در این مورد در انجیل متا باب هفت آیه دوازده نوشته شده که عیسی مسیح میفرماید که هر آنچه میخواهید که مردم به شما بکنن عین همان را شما برای اونها بکنید این چه قانون پرجلالیه ما انتظارمون چی از مردم در رابطه با خودمون انتظارمون ادب احترام رعایت خیلی از مسائل اجتماعی ما موقعی که به کسی بشارت میدیم باید تمیز و مرتب باشیم شلخته و اینطوری با موهای جولیده و دندانهای مسواک نکرده و انواع اقسام بوهای نامطبوع به کسی نزدیک نشیم وقتی قرار میذاریم سر وقت به قرارمون بریم بدون وقت قبلی پیش کسی نریم بشارت دادن مزاحمت ایجاد کردن برای زندگی یک نفر نیست وقتی داریم با کسی صحبت می کنیم یا خونه کسی رفتیم بیش از اندازه لازم اونجا نمونیم خستشون نکنیم کاری نکنیم که اینا در تای قلبشون آرزو کنن که کی ما میریم که از دست ما راحت بشن و یا اینکه دیگه دفعه بعد نخوان ما را ببینند و همیشه از ما فراری باشند سبب خستگی و کلافگی آنها نشیم مزاحم آسایش و برنامه های مردم نشیم حتی سلیمان میگه اگه کسی صبح زود بلند شه همسایه خودش رو با صدای بلند برکت بده اون برکت براش لعنت محسوب میشه به عبارت دیگه منظورش اینه که شما مزاحم دیگران نشو آسایش اونها رو سلب نکن مردم آزاری نکن به عبارت خیلی روشنتر در رابطه کلامی و رفتاری خود با افراد باید ادب و نزاکت را رعایت کنیم حرفای نیشدار توهینآمیز مطلکگونه نگیم جوکای خیلی نسنجیده را که یک مقدار حالت تحقیرآمیز نسبت به ملیت یا فرهنگ یک نفر به اونها نگیم حرف را خوب بپذیم در دهان ما پولوس رسول میگه گفتگوی شما همیشه با فیض باشه و اصلاح شده به نمک یعنی پخته شده وقتی دیگران حرف میزنن بین حرفشون نپریم شنونده خوبی باشیم مراقب عادتهای شخصی خودمون باشیم زواهر نادرست در چهره ما در بدن ما مردم رو از ما فراری میده مانند بوهای نامطبو که عرض کردم از بدن ما از دهان ما از پاهای ما از زیر بغلهای ما دیده نشه که مردم هی خودشونو عقب بکشن مثلا من پیاز و سیر خوردم حالا هی نزدیک میشم به یه نفر و میخوام تو گوش او بشارت بدم خب ایشون هم هی ای از من فاصله میگیره دیگه بنابراین مراقب این چیزا باشیم بازی کردن با بینی خمار بودن خمیازهای مرتب کشیدن بیحال بودن و وضع نامرتب لباس با هم ناهماهنگ نا و یا کثیف تکان دادن دستمون و یا سر و چشممون لرزش های مداوم چیزای غیر طبیعی کاری نکنیم مردم به جایی که به پیغام ما نگاه کنند و جذب بشن دائم به حرکات اضافی ما نگاه کنند حواس مردم رو پرت نکنیم میگن در یه کلیسایی یه واعظی خیلی هیجانی شده بود چون در مورد بازگشت ثانوی مسیح صحبت میکرد و از روی اون بالای منبر در هیجان گفت مسیح گفته من میایم 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 دفعه سوم که گفت از شدت هیجان از روی منبر افتاد پایین اون ردیف اول یه پیرزنی نشسته بود و افتاد تو بغل این پیرزن و خیلی خجالت کشید و معذرت خواست و به اون پیرزن گفت ببخشید خانم من دیگه نتونستم خودمو رو کنترل کنم هیجان منو گرفته بود این پیرزنم با خنده گفت اشکال نداره فرزندم تو سه دفعه گفتی من میایم ولی من باید حواسم جمع می بود و مواظب می بودم بنابراین ما کاری نکنیم که بشارت ما مورد مسخره و تمسخر واقع بشه در کتاب اول قرنتیان باب 14 آیه چهل میگه همه چیز باید در نظم و شایستگی باشه یک مسیحی باید تر تمیز باشه مرتب و منظم باشه یک شاهد مسیحی باید عطر خوشبوی عیسی مسیح باشه و همینطور در کتاب جامعه باب سه آیه یک میگه که برای هر چیز زمانی هست هر مطلبی رو زیر آسمان وقتی هست بعضی وقتا بعضی از افراد های ما یا تفرید های ما و بعضی از زیاده روی های ما کار ما رو خراب میکنه یک مردی بود خیلی اینگونه افراتی بود و خانومش می اومد بهش می گفت عزیزم این پرده های خونه ما خراب شده بیا بریم پرده بخریم همش پاره شده این مرده که خیلی روحانی بود در حقیقت بیشتر باید گفت روحانی نما گفت پرده دلت را شکاف. پرده برای چیه گفت نون نداریم برو نون بخر بیا غذا بخوریم گفت انسان فقط محض نان زیست نمی کند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر گردد یعنی کاری کرده بود که این خانوم از دست روحانیت این گونه مرد و روش های افراتی و غیر طبیعیش به سطو بیاد و هیچ وقت ایمان نیاره خب کارهای ما باید کارهای درستی باشه اگه ما میخوایم مردم رو به سمت مسیح جذب کنیم باید در روش های خودمون تجدید نظر کنیم مردم هیچ وقت از این طور افراد به سمت درست جذب نمیشن و فکر میکنن که ما آدم های نرمال و طبیعی نیستیم پس بشارت صحیح بشارت طبیعی گونه است نه بشارت غیر طبیع و غیر نرمال خدا عطا کنه به ما حکمتی عطا کنه تا ما واقعا بتونیم با رعایت حتی این چیزهای ریز و این اصول خیلی مهم پیغام انجیل را یک پیغام زیبا ظریف و شیرین بسازیم و باعث لغزش مردم نشیم خدا شما رو برکت بده میدونم که شما همگی دوست دارید اونایی که ایماندار مسیح هستن شاهد خوب مسیح باشن لطفا به این اصولی که گفته میشه حتی اصول ریز و کوچیک نیست اهمیت بدید که در کار بشارت و سید جانها همه ما بتونیم افراد موفق و مبارکی بشیم خدا شما رو برکت بده تا جلسه آینده خدا امرتون